عزیزان عیدتون مبارک. خیلی ممنونم. میخوام معرفی بکنم یک کمدین درجه یک و از بچه های خندوانه و خنداننده شو، هانا ستویی. متشکرم. مرسی، خیلی ممنونم. بفرمایید. سلام. خیلی خوشحالم دوباره میبینمتون. عیدتون مبارک باشه. یکی از دلایلی که ما عیدو دوست داریم سفره. بقیه مردم مثلا بعد از اینکه چند ماه کار میکنن میخوان ذهنشون آروم شه و خستگیشون در بره، مثلا یه هفته میرن مسافرت. ما جوری یه هفته میریم مسافرت که چند ماه بعد استراحت کنیم خستگی اون یه هفته از سنمون در بره. مثلا میخوایم بریم مسافرت، بابام شروع میکنه: بچهای گلم میخوام ببرم قش، جت اسکی، قواسی زیر دریا، آفتاب ساحل، گرم، داغ، بالای 40 درجه، 2000 کیلومتر هم تا اون. ولش کن اونو، فراموش کن، میبرم شیراز خودمون، حافظیه سعدی، عید شیراز. شلو جا پارک پیدا نمیشه، شب چجوری میخوایم بخوابیم؟ اصلا مسیر فراموش کنیم، میریم کاشون، میبرمتون کاشون، گلاب قمصر، حمام فین، آبش هم قطعه، یه نفرم اونجا به قتل رسوندن، اصلا شگون نداره. برش کن. ببین من نظرتم میگفتم، شما هم نظرتتون رو تو جاده چالوس بنویسین، لب ساحل موقع جوج زدن، اون موقع با هم هماهنگ میکنیم. این شکلی میشه که ما همیشه میریم شمال. بعد مادرها اعتقاد دارن از خونه که میخوایم بیایم بیرون، خونه رو باید دست گل تحویل بدیم. به کی نمیدونم. یعنی تا مقصد مشخص میشه ماما مجبورم میکنه کلا خونه تکونی کنیم، که اگه خدایی نکرده تو سفر یه تصادفی کردیم، یه چیزیمون شد، اونایی که برای ختممون میان خونمون نگن خدا بیامرز زن زندگی نبود. من یه بار بهش گفتم مادر من کی قبل از مسافرت به مرگ فکر میکنه؟ گفت خفه شو، نفوذ بعد از اون تو دهنت به خیر نمیچرخه. نه بعد شروع کرد غذا درست کردن برای اونا، جماعتی که میخوان بیان خونه ما غذا داشته باشن بخورن. نگن خدا بیامرز حواسش نبوده، بگن حواسش به همه چی بود. بعد این غذاها رو که درست میکرد میذاشت توی فریزر، ما خودمون تا شما نون پنیر میخوردیم. یعنی دیدین یه سری از آدم ها از این دنیا به فکر اون دنیاشونن. مامان من از این دنیا فکر میکرد که اگه بره اون دنیا مهموناش تو این دنیا ولش کن اصلا، اینو فراموشش. بعد برای شروع این سفر رویاییمون ما رو 4 صبح میزدن با لگد بیدار میکردم، میگفتم چرا الان ما رو بیدار میکنی؟ 3 روز مونده. میگفت این مانور مسافرته، از الان دارم میزنم، میتونه عادت کنی 3 روز دیگه با لگد نیام بیدارتون کنم. بعد اصلا چرا ما 3-4 صبح را میفتیم برای سفر؟ شبیخون مگه میخوایم بزنیم به اون شهر تصرفش کنیم؟ بعد اصلا مامانم بهم میگفتش که نه تو نمیدونی، قبل از روشنایی باید پلیس راهو رد کنی. چرا؟ که پلیس رو که تونست دیده اینجا پس چی کارتون میکنم مگه؟ مثلا نگرتون میدونم گرد بابا دلواپس شدیم، برای چی الان اومدیم؟ چرا اینجوریه؟ با به خدا فامیلمون نبود. یا مثلا بابا میگفت ما این موقع را میافتیم که به ترافیک چالوس نخوریم. میگفتم بابا دمت گرم، ما همه اینجا رو میبینیم، تو اینجا رو میبینی. 2 ساعت بعد ما بودیم و جاده چالوس و هوای بارونی و 700 تا پدر که اینجا رو میدیدن همه با هم تو ترافیک. بعد اگه ما ساعت 3-4 صبح را میافتادیم برای حرکت، یکی از مهمترین مسئله برای ما اینه که همسایه‌ها بیدار نشن. یعنی مامانم از بالا میگفت آره یواش. گفتم باشه. سلام خانم کمال، خوب هستی؟ مسافرت تشریف میبرین؟ گفت بله. چرا اینجوری صحبت میکنی؟ گفتم برای اینکه شما اذیت نشین. شما چرا اینجوری صحبت میکنی؟ گفت برای اینکه شما اذیت نشین. یعنی 2 تا خانواده بودیم، برای اینکه اذیت نشیم داشتیم خودمون اذیت میکردیم الکی. یکی میخواست مثلا یه حرکتی بزنه برام. دید هممون صدقه میندازیم، بعد بر اساس مقصد صدقه میندازیم. دقت کردی؟ مثلا تهران 4 روز 2 تومن، 4 روز به بعد مثلا 5 تومن. یه بار بابام صدقه رو در بود، 2 چخون، دید 50ه، همون رو برگردون، گفت ما چقدر شبیه هم شدن. یه بارم یه 10ی در آورد، کون رو داشت برد، گفتم بابا 10 تومن کیش میخوایم بریم؟ گفت نه همون شمالو میریم، منتها سیستم ترمز امروز کم ایراد داره، 5 تومنش برای اونه. این احساسی میکرد. بعد
مشکل اساسی من با این خانواده های بالا شهر این بود که نمیدونم چجوری برنامه ریزی میکردن که اول میریم شمال، بعد میریم اردبیل، بعد برمیگردیم مشهد. چرا مسافرت های ما اصلا همچین برنامه ریزی ندارن؟ ما این شکلیم که میافتیم تو جاده رش میریم تا هر جا پولمون رسید. یعنی بعد از اون قضیه که خونه ما رو دزدن، ما تا پلیس را بیشتر نتونستیم بریم، همون رو دست بلند کردیم یه بستنی کیم خوردیم برگشتیم خونه. ما خانواده سرمایه‌ای هستیم. خب یه خانواده سرمایه‌ای فکر می‌کنیم وسایل سفرشون چیه؟ فلاسک چایی، چند تا لیوان و تا جا داره پتو. کلاً. مثلا فلاسک چایی هم دیدین درشون همیشه خرابه؟ دیدین تو مسافرت ورشون می‌داریم. اینو می‌ذارن جلو، نیم ساعت اول رو اولین دست‌انداز قطعاً یکی رو می‌سوزونه. مسافرتو کوفت می‌کنه. هر سری هم همینا، نمی‌دونم چرا باز برش می‌داریم. بعد این درشو دیدین فشار می‌دیم میگه بعد از هر جا چای میزنه بیرون بجز این قسمت که ما لیوان رو نگه داشتیم، گم میزنه به ایکل. بعد یه بار که بابام تا خرتناق ماشین رو پر از پتو کرده بود، گفتم پدر من ما اصلا این تو جا نمیشیم. گفت نه نگران نباش، کفی ماشین رو در میارم، دو ساعتم توش بشینین جا باز میکنه. کفش هگه. بعد ما انقدر پتو میچیدیم تو ماشین، یکی از بیرون میدید فکر میکرد ما قاچاقی لای این پتوها داریم از مرز رد میشیم، ولی استرس نداشتیم چون اگه سگ زنده یابم میآوردن بین اون همه پتو عمره ما رو پیدا نمیکردن. بعد تو اون اوضاع میگن که خودروی ملی انتقاد میکنن، میگن مثلا ایربگ چرا باز نمیشه؟ خب ایربگ بدبخت اصلا جا داره باز شه تو ماشین، داره آبروداری میکنه تا همین جاشم. یه بار یه چه زدیم بغل، من یه پتو بلند کردم، یه بچه از توش افتاد. گفتم ای تو کی؟ گفتم من پسر خانم کمالیم. گفتم ای جا به جا چیدنت؟ بابا مسافرت کنسل، باید برگردیم اینو برسونیم. خلاصه مسافرت عید ما همین شکلی تموم شد. خانم آقایون، هانا سطوحی. خانم خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنونم ازتون. خیلی خوشم دوباره اینجا هستم. ما هم همینطور. آره یکم عجیب بود که استرس هم از مسابقه بیشتر بود. آره. چرا؟ دور بودین. من دور بودم. باید می بودین. میگفتیم میمدم جلو با میشه. خیلی ممنونم از همه. مرسی. ببخشید. نرسی. خیلی ممنونم. یک دو سه. بریم بیا.